مساجد، نمازگزاران و نیز علمای اسلام نیز از تیررس جنایت تروریست های مسلح در سوریه در امان نماندن. شب گذشته علامه شیخ محمد سعید رمضان بوتی از علمای سرشناس سوریه دقایقی پیش از اقامه نماز عشا در مسجد الایمان دمشق در یک حمله انتحاری به شهادت رسید. در این انفجار تروریستی بیش از 45 تن دیگر نمازگزاران نیز شهید و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این جنایت کار تکفیری هاست. کسانی که به هیچ دین و مذهبی پایمن نیستن. در پی این حمله انتحاری بشار اسد رئیس جمهور سوریه با محکوم کردن جنایت تروریستا اعلام کرد خون این شهید و دیگر شهدای سوریه به هدر نخواهد رفت و تلاش خود را برای از بین بردن و پاکسازی تروریستا از سوریه ادامه خواهد داد. حملات تروریستی کار قطر، آمریکا و آل سعوده. او با ما برای چی به منطقه سفر کرده؟ او اومده مردم سوریه رو به نابودی بکشونه. در این حال هیئت دولت سوریه و نیز سایر علمای برجسته این کشور نیز حمله تروریستی به مسجد الایمان دمشق را محکوم کردند. حزب الله لبنان هم در بیانیه با محکوم کردن این جنایت از مردم سوریه خواست تا در صفی واحد در برابر تروریست‌ها و فتنه‌گران تکفیری بایستند. دولت سوریه امروز جمعه و روز شنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام امورنا. شیخ محمد سعید رمضان بوتی 83 ساله از علمای معروف تسنن سوریه و خطیب مسجد جامع دمشق بود که سال گذشته به عنوان رئیس اتحادیه علمای بلاد شام انتخاب شد. و همچنین رئیس گروه ادیان و عقاید دانشگاه دمشق بود. شیخ بوتی بارها در سخنرانی‌های خود حملات شورشیان مسلح و تروریستا به مناطق مختلف سوریه و کشتار مردم این کشور را محکوم کرده بود. پیش بهار، گروه اعظمی واحد مرکزی خبر، دمشق.